از انتخابات تا کرونا، چرا مردم حرف حاکمیت را باور نمی کنند و تأثیر این بر آینده کشور چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. مشارکت در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بر اساس آمار رسمی کمترین حد از اول انقلاب تا کنون بوده. با وجود این، بسیاری همین آمار را هم باور نمی کنند و می گویند مشارکت واقعی از این هم کمتر است. آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا اعلام می شود. مردم می گویند این آمار واقعی نیست. آمار واقعی بالاتر است و اعلام نمی شود. حتی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی شمار قربانیان ویروس کرونا در شهرش را چند برابر آمار رسمی در گذشته ها در سراسر کشور اعلام کرده و گفته وضع شهرش وخیم است. مسئول دیگری حرفهای او را تکذیب کرده. بسیاری حرف هیچ کدام را باور نمی کنند. بی‌اعتمادی که در ماجرای هواپیمای ساقط شده توسط سپاه به اوجش رسید. از روزنامه نگاران انتقاد می شود که چرا آنها خبرها را منتشر نمی کنند. آنها هم کم و بیش در همه موارد از بخشنامه‌های خبر می‌دهند که آنها را از انتشار خبرها باز می‌دارند مگر اینکه از منابع رسمی باشند. چطور می‌شود در کشوری زندگی کرد که اعتماد به حاکمان رنگ باخته و رسانه‌ها هم امکان راستی آزمایی ندارند؟ در این برنامه دو میهمان داریم. سعید مدنی، جامعه شناس از تهران با ماست و آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و پزشک از پاریس با ما. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای توفیقی، از شما شروع کنم. شما هم پزشک هستید، هم صاحب نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی ایران. فکر میکنید که کدومی که خطرناکتر هست؟ اینکه مردم در مسائل سیاسی به حاکمان اعتماد نکنند، یا اینکه بحث برسه به جایی که در مسائل بهداشتی و پزشکی هم باز اعتمادی وجود نداره؟ بله، من فکر میکنم که هر دوی اینها به اندازه کافی خطرناک هستند، به خاطر اینکه هر دوی اینها نشانه یک بیماری اجتماعی است و اون از میان رفتن سرمایه اعتماد عمومی. موقعی که مردم به کسانی که بر اونها حکومت میکنند اعتماد نداشته باشند و حرفهای اونها رو باور نکنند، این سرمایه اعتماد اجتماعی از بین رفته و عملاً حکومتداری رو با مشکلات جدی مواجه میکنه و در این حال شرایطی رو بر زندگی مردم تحمیل میکنه که اون شرایط بسیار ناگوار و تلخ هستش. یعنی عملاً مردمان مجبور هستن که هم مثلا مشکلات دست و پنجه نرم کردن با یک ویروس و یک بیماری رو تحمل بکنن، در این حال هزینه های ناکارآمدی و مشکلات مدیریتی حاکمان جامعه رو پرداخت بکنن و در مجموع به قول معروف چند روزه عمر رو به جای اینکه در سعادت و رفاه بگذرونن مجبور هستن که اون رو در فشار و گرفتاری و حتی میشه گفت که عواملی، اینها میتونه جزء عواملی به حساب بیاد که طول عمر رو کاهش میده و کیفیت زندگی رو هم با مشکلات جدی مواجه میکنه. صحیح. آقای مدنی، بعضی ها هستن که میگن که اعتماد به نظام جمهوری اسلامی سال هاست که رنگ باخته، ولی شما در ایران هستید، جامعه شناس هم هستید. آیا فکر میکنید که فضا الان نسبت به سالهای گذشته تغییر عمده‌ای کرده؟ آیا بی‌اعتمادی شیوه دیگری گرفته؟ عرضم به خدمت شما که من برسه ارزیابیایی که از گذشته انجام شده اشاره میکنم که حتی در قانون برنامه توسعه چهارم هم این مسئله مورد توجه قرار گرفت. یعنی ارزیابی هایی که انجام شد از جامعه ایران نشون میداد که سرمایه اجتماعی رو به افوله و یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی اعتماد بود. در اون دوران، یعنی از اواسط دهه 80، شواهد آماری مشخصی وجود داشت که سرمایه اجتماعی در ایران داره کاهش پیدا میکنه و به همین نسبت هم اعتماد عمومی، مخصوصا اعتماد عمودی، یعنی اعتماد ملت به نظام و نظام به ملت، این اعتماد هم به شدت در حال مخدوش شدنه. بنابراین مطالعات حتی به صورت کمی این رو نشون میدن، در این
سیر لااقل در 15 ساله اخیر مرتبا مطالعات سرمایه اجتماعی انجام شده. آخرین مطالعه رو وزارت کشور انجام داده، قبل از اون هم مراجع رسمی مطالعات رو انجام دادن و نشون دادن که سهم جمعیت که اعتماد زیاد یا خیلی زیاد داره به نظام در میان جمعیت عمومی بسیار کاهش پیدا کرده و کمتر از 10% شده. اگرچه سهم جمعیت هایی که به اصطلاح متوسط اعتماد رو دارند هم باز به تدریج کاهش پیدا کرده. بنابراین در مجموع میشه گفت که روند تحولات در ایران مخصوصا در متن جامعه ایران به ترتیب بوده که نشون میده که اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای موجود به شدت دچار اختلال شده و کاهش پیدا کرده. شما به نظرم سه جور اعتماد رو در صحبتی که کردید تعریف کردید: اعتماد افراد به هم، اعتماد مردم به حکومت و اعتماد حکومت به مردم. در مورد اعتماد مردم به هم و اعتماد مردم به حکومت میدونیم، اما حکومت هم به مردم اعتمادش از دست داده؟ بله، دقیقا میشه گفت شکل‌گیری اعتماد حاصل یک تعامل متقابل بین ملت و نظام. موقعی که سطح مشارکت پایین میاد به این معنیه که به اصطلاح مردم به اصطلاح کمتر مایلن و اعتماد دارن برای اینکه توی فرایندهای رسمی مداخله کنن، و برعکس موقعی که نظام به مردم بی‌اعتماد باشه به معنی اینه که شفافیت در رفتارش نداره، دچار تناقض میشه، دروغ میگه و بعد به انحای مختلفی حاضر نیست که واقعیت‌های جاری رو با مردم در میان بگذاره یا امکان و زمینه اون رو نمی‌بینه که از مردم برای حل مسائل جامعه کمک بخواد. به همین دلیل هم هست که مشارکت مدنی یکی از مهمترین عوامل رشد و افزایش اعتماد متقابل دولت و ملت در یک جامعه هست که در طول سالهای اخیر به شدت باز روند نزولی داشت. آقای توفیقی، میدونیم که خود آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی بسیار مشهور گفته بود لشکرکشی خیابانی راه حل نیست، یعنی خودش تعریفش این بود که لازم نیست که حتما نماد عمومی حضور باشه به این شکل که بتونیم صحبت سیاسی بکنیم. اما چرا وقتی بحث انتخابات وسط میاد اینقدر خود او قضیه مشارکت رو جدی میکنه؟ چرا اینقدر برای جمهوری اسلامی مشارکت در انتخابات مهم هست؟ به خاطر اینکه این حرف رو آقای خامنه‌ای در سال 88 و در تقابل با جنبش سبز و تلاش رهبران جنبش سبز برای آوردن مردم به خیابان زده بود. آقای خامنه‌ای حضور مردم رو در خیابان اگر برای اصطلاحاً تایید حکومت و عملکرد حاکمان و این نظام فقهی باشه، نه تنها اون رو تجویز میکنه بلکه از اون هم حمایت میکنه. منتها مسئله اینجاست که ببینید وقتی که ما صحبت از مشارکت میکنیم، این مشارکت برای جهانیان و برای دنیای خارج هم باید از طرق معنادار ارسال بشه پیامش. ببینید حضور مردم در خیابان خب ممکن است کشورهای غربی هم از اون برداشت یک نوع حمایت از حکومت رو داشته باشن، اما واقعیت این هستش که به اندازه مشارکت مردم در انتخابات معنادار نیست برای افکار عمومی غرب و سیاستمداران غربی. به خاطر همین چون جمهوری اسلامی همیشه مشکل داشته نسبت به اینکه بتواند مشروعیت خودش رو در مجامع بین المللی و همینطور در افکار عمومی بین المللی اثبات بکنه، ناچار بوده که رفرانس بده به انتخابات. ما شاهد هستیم که بارها مثلا آقای ظریف در کشورهای خارجی وقتی اومده استدلال کرده که چون مردم در انتخابات به ما رأی میدن، پس این که شما الان دارید در نسبت به نقض حقوق بشر در کشور انتقاد میکنید این بی‌معنیه. یعنی واقعاً سوال من همین هست آقای توفیقی، چرا این کار رو میکنن در حالی که مثلا در کشورهای غربی هم گاهی نگاه میکنید میبینید مشارکت در انتخابات خیلی پایین هست، در انتخابات مثلا سراسری در این کشور هم ممکنه که اصلا انتخابات مثلا با همون 40% اینها برگزار بشه، ولی این رو در واقع مسئولان حکومتی اینجا به معنای در واقع عدم رأی اعتماد به
سیستم حاکم نمیبینند. ممکنه دلایل دیگری رو براش بر بشمارن، ولی این نیست. چرا خود حاکمان هم در ایران اصرار دارن که مشارکت رو چنین تعریف بکنن؟ به خاطر اینکه حاکمان ما یک برداشت و تلقی غلطی نسبت به مشروعیت و نحوه حکومتداری دارن. ببینید در همه جای دنیا علاوه بر حرف شما درسته، فقط انتخابات نیست که مشروعیت زایی میکنه، بلکه در کنار انتخابات مسائل دیگری مثل کارآمدی حکومت، مثل نوع ارتباطی که حکومت میتواند با مردمش داشته باشه، نحوه برآورده کردن انتظارات اونها هم بسیار تعیین کننده است. در جمهوری اسلامی از اونجایی که فقیهان حاکم قادر به برآورده کردن مطالبات مردم نیستند و در عین حال میخوان که یک نمایشی از مشارکت رو هم فقط به خاطر فروش اون در خارج از کشور و برای افکار عمومی بین المللی داشته باشند، به خاطر همین روی موضوع انتخابات به صورت در واقع جدی تاکید میکنند. مسئله و مشکل هم اینجاست که این آقایون یعنی حاکمان جمهوری اسلامی تلقیشون از انتخابات خود مفهوم پذیرفته شده انتخابات در دنیای امروز نیست که مثلا همه بتوانند شرکت بکنند، انتخابات آزاد باشه، رقابتی باشه و سالم باشه. اونها فقط حضور مردم رو میخوان و این حضور رو میخوان به عنوان یه نوعی بیعت و پشتیبانی از خودشون اون رو به در واقع کشورهای دنیا ارائه بدن. های. از اون جایی که حرف دیگری برای گفتن ندارن. آقای مدنی، آیا فکر میکنید دلیل عدم مشارکت در بحث‌های مختلف سیاسی اجتماعی که مهمترین نمودش در انتخابات هست به بی‌اعتمادی برمیگرده؟ بله، به طور قطع. و البته باید توضیح بدم که لزوماً تنها عامل کاهش بی‌اعتمادی، افزایش بی‌اعتمادی، کاهش مشارکت نیست. اشکال یا مؤلفه‌های دیگه‌ای هم اثرگذارند بر میزان اعتماد. به طور مشخص انسجام اجتماعی از عوامل اثرگذار انسجام اجتماعی، به معنی اینکه اخلاق، هنجارها و رفتار مشترکی بین نظام و مردم وجود داشته باشه که بتونه معیار رفتار قرار بگیره. خب در اعتراضات آبان و اعتراضایی که سال اخیر انجام شده، این انسجام اجتماعی از دست رفته. دین به عنوان یک میانجی نقش مهمی در اعتماد به خصوص در جامعه ایران داره، اگرچه در دیگر جوامع هم تایید شده، ولی با توجه به نوع کارکردی که دین داره در حوزه قدرت و در واقع نقش اصلی شده توجیه کننده وضعیت موجود، این کارکرد خودش رو به طور مشخص از دست داده. بنابراین دین هم دیگه اون کارکرد گذشته رو که میتونست ضامن ایجاد اعتماد باشه نداره. بنابراین در مجموع میخوام بگم که مجموعه ای از عوامل طی سالهای گذشته گرد هم اومده تا این وضعیت بی‌اعتمادی شدید رو بین دولت و ملت ایجاد کرد. چرا همواره از صاحب نظران میشنویم که این خطرناک است؟ خطرش چیه آقای مدنی؟ ببینید، گفته میشه که اعتماد دیر به دست میاد و زود از دست میره. یعنی برای اینکه بین ملت و دولت یک اعتماد ایجاد بشه، نیاز به یک فرایند تدریجی هست تا آرام آرام این اعتماد متقابل ایجاد بشه. ولی با یک دروغ، یک تناقض، یک به اصطلاح ناکارآمدی میتونه کل اعتماد از دست بره. و همونطور که گفتید، باز گفته میشه که با نبود اعتماد سنگ روی سنگ بنا نمیشه. علتش اینه که در واقع دولت‌ها و نظام‌های سیاسی به طور کلی برای اینکه حکمرانی خوبی داشته باشن، برای اینکه بتونن که جامعه رو اداره کنن، دائم نمیتونن از زور استفاده کنن، حتی اگر این زور مشروع باشه. اعتماد یکی از کارکرده بسیار مهم و اساسیش اینه که رضایت رو جایگزین زور میکنه. ببینید، مشخصا مثلا در همین ماجرای کرونا، در واقع رفتار مردم اگر بنا باشه که بر مبنای به اصطلاح اعمال زور از طرف حکومت به اصطلاح اصلاح بشه به نحوی که ویروس منتشر نشه، لزوماً این کارکرد لازم رو نداره. علتش هم خیلی روشنه، اینکه
برای پوشش یک جمعیت 70 میلیونی یه لشکر 70 میلیونی هم لازمه یا 80 میلیونی لازمه، و چنین امکانی در اختیار هیچ دولت یا نظام سیاسی نیست. و موقعی که اعتماد وجود نداشته باشه، معنیش اینه که حتی در مواقعی که مصلحتی در کاره یا مصلحت جامعه مورد نظر قرار میگیره و صلاح جامعه در اینه که رفتاری که گفته میشه انجام بشه رو، اون رو با تردید و ابهام نگاه میکنن. همین موضوع رو میشه به کل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعمیم داد. بنابراین این بی‌اعتمادی اساساً امکان حکمرانی به اسلام مشروع رو برای یک نظام سیاسی کاملاً منتفی میکنه. آقای توفیقی، بحث عدم مشروعیت سیاسی یک وجهه دیگه در ایران پیدا میکنه، چون در ایران همه چیز تقریبا سیاسی میشه. اینجا در کشورهای غربی شما یک رده سیاسی دارید که همون نخست وزیر، مثلا حالا در بریتانیا میگم نخست وزیر هست و مثلا وزرای او، زیر او یه سیویل سرویس دارید که اونها کسانی هستند که با در واقع تغییر اون رده سیاسی تغییر نمیکنن، اونها دارن کارشون انجام میدن، در واقع بی توجه به اینکه در سیاست مداران اون بالا چه میکنن طرح‌ها و برنامه‌ها رو اجرا میکنن. اینکه در ایران همه چیز سیاسی هست به نوعی، تأثیرش در حکومت داری و در واقع عدم اعتماد به چه شکل هست؟ اگر که شما میبینید که مثلا بحث کرونا هم در ایران سیاسی میشه، این تأثیرش در زندگی عمومی به چه شکل تعبیر میشه؟ اگه خیلی خلاصه بخوام خدمت شما عرض بکنم، باعث سختی زندگی میشه، یعنی لذت‌های زندگی رو از بین میبره و عملاً باعث میشه که اگر چند روز از عمر فردی باقی مانده باشه، اون مدت باقی مانده هم در رنج و عذاب بگذره. ببینید، سیاسی شدن موضوع‌های مختلف در کشور ما باعث شده که هیچ چیزی در جایگاه واقعی خودش قرار نداشته باشه. همین مثالی که در رابطه با ویروس کرونا الان مطرح هستش، یک مثال به نظر من خیلی خوبی هستش. نگاه کنید، الان تقریبا میشه گفت تمام کشورهای دنیا نسبت به این ویروس حساس شدن و یک شرایط متفاوت و حتی میشه گفت که آمادگی بیش از اندازه رو در کشورهای مختلف شاهد هستیم به صورت‌های مختلف، اما مهمترین اصل اون ایجاد حساسیت در خود مردم، افزایش آگاهی‌های اونها و آموزش دادنه. به خاطر اینکه بیماری مثل این بیماری کرونا چون درمان و واکسن نداره، بهترین عامل پیشگیری است. اما از اونجایی که حکومت در ایران این موضوع رو سیاسی کرد، خیلی هم شواهد و قرائن کافی وجود داره. آقای سردار جلالی، رئیس پدافند عامل، یک روز بعد از انتخابات در گفتگو با ایسنا گفتن الان که، یعنی اصلا کلمه اکنون رو به کار بردن، اکنون که انتخابات تمام شده است، ما می توانیم در رابطه با ویروس کرونا آموزش بدیم، آگاهی ها رو بالا ببریم. خب ببینید، این رو کی اومده گفته؟ این رو تقریبا زمانی اومده گفته که متاسفانه ویروس وارد جامعه شده، پنهانکاری صورت گرفته، ابعاد واقعی ماجرا باز نشده و ناگهان با یک حالت انفجاری این ویروس بروز پیدا کرده، در حالی که از قبل وجود داشته، فقط بروز رسانه‌ای اون در واقع الان اعلام شده. خب این وقتی که این اتفاق میفته، یعنی موضوعی مثل کرونا که یک بیماری است و در همه جای دنیا به چشم ویروس دارن به اون نگاه میکنن، وقتی آقای خامنه ای اون رو عامل دشمن میبینه، در مورد این مجبور میشن پنهانکاری بکنن، آموزش ها و حساسیت لازم رو به جامعه ندن و نتیجه مستقیم اون میشه بروز و شیوع گسترده اون در کشور. شما نگاه کنید، در عرض چند روز ما شاهد هستیم که 10 استان کشور با این ویروس مبتلا شده، که خب این نشانه این هستش که وقتی که اونها موضوع رو از اون بعد اصلی خودش که یک بعد اجتماعی، سلامت زیر مجموعه مسائل اجتماعی است و نباید سیاست باهاش قاطی بشه، وقتی این قاطی شدن اتفاق میفته، متضرر اصلی مردم هستند. البته از اون ور حکومت همچون سرمایه اجتماعی اعتماد رو از دست میده، او هم ضرر خواهد کرد. آقای توفیق، من میبینم که شما در صحبتاتون دو بار دست کم امروز به بحث کیفیت زندگی اشاره کردید، که به نظر میاد که این بحث
غایبی هست در بخش‌های سیاسی اجتماعی این روزها در ایران. وقتی کشوری با این همه مشکل روبرو هست، به نظر میاد که بیشتر در واقع بحث ادامه حیات مطرح هست تا بحث کیفیت زندگی. فکر می‌کنید حذف این بحث کیفیت از روابط سیاسی اجتماعی در ایران چه تأثیری داره در دراز مدت روی زندگی مردم؟ من فکر می‌کنم که این متأسفانه اتفاقی است که به نوعی حکومت در درجه اول در این قضیه نادیده گرفته شدن کیفیت زندگی مقصر بوده و از سوی دیگر هم نخبگان ما به دلیل مشکلات دم دستی تری که وجود داشته خیلی بیشتر روی مسائل جاری در واقع تأکید کردند، در حالی که ما اگر عادی سازی نکنیم وقایع رو، یعنی وقتی که ما عادی میکنیم همه چیز رو، مثلا میگیم ویروس طبیعی است، بیماری طبیعی است، دروغ طبیعی است یا مسائلی از این دست، خب طبیعتاً اونجا ما دیگه به یک زندگی معمولی قناعت میکنیم. در حالی که بحث کیفیت زندگی امروز حتی از خود کمیت زندگی هم در واقع پررنگتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در حال حاضر نمیتونیم کمیت و طول زندگی رو خیلی روش تأثیر بذاریم، اما حکومت‌ها در دنیای جدید متعهد شدن به افزایش کیفیت زندگی، امری که به نظر میاد با توجه به امکانات امروزین امکان پذیره و خب صحبت از رویا و فیلم علمی تخیلی هم نمی کنیم. در دنیای امروز بسیاری از کشورها از کیفیت زندگی بالاتر برخوردارن که با توجه به امکاناتی که در ایران وجود داره به نظر من مردم ما هم شایسته این کیفیت زندگی بالا هستن. بذارید آقای مدنی هم بگن نظرشون رو در این باره، بفهمید. بله، کیفیت زندگی قطعا موضوع مهمیه، ولی واقعیت اینه که موقعی که یک سطح حداقلی از مسائل یک جامعه حل میشه، اون وقت بحث کیفیت مطرح میشه. تأمین نیازهای اساسی موقعی که انجام میشه میشه به کیفیت پرداخت. ولی متاسفانه اینقدر شاخصهای اقتصاد اجتماعی در ایران روند نزولی داشته و به نوعی میزان فقر، احساس محرومیت نسبی و نابرابری اینقدر تشدید شده که الان میشه گفت که حداقل‌ها مورد توجه قرار باید بگیره و قرار میگیره عملا. من فقط یه نکته رو اضافه کنم. ببین، من اگر کیفیت زندگی رو روش تاکید میکنم، نقطه اشاره اون رو متوجه دولت میدونم. بله. سلامت بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی فقط نبود بیماری نیست، مسئله برخورداری از یک سطحی از رفاه و کیفیت زندگی است که باید دولت ها اون رو تامین بکنن. قضیه اینجاست که جمهوری اسلامی نه تنها کمیت رو از بین برده، بلکه توانایی ایجاد کیفیت رو هم در زندگی مردم نداره. اگر که امکانش هست، منم یه نکته مهمی بود که توی بحث جا مونده بگم. در بحث اعتماد سیاسی، اعتماد و به طور مشخص اعتماد سیاسی، درسته که این حاصل یک رابطه متقابله، ولی مسئولیت کاهش اعتماد به ویژه اعتماد سیاسی بر عهده نظام‌های سیاسی. به چند عامل مهم اشاره شده که میتونه اعتماد رو کاهش بده. یکی به اصطلاح بیان دروغ و حرف کذب هست از زبان نظام‌ها و دولت‌ها. به طور مشخص به نظر من در ماجرای هواپیمای اوکراینی این به طور مشخص خیلی نمود پیدا کرد و اعتماد سیاسی رو کاهش داد. وجه دیگه‌اش وجود تناقضه. نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، به طور مشخص بحث کنیم در مورد تعداد آرای محفوظه در همین انتخابات اخیر که مطابق نظر رئیس جمهور میتونست بلافاصله اعلام بشه، ولی با 48 ساعت تأخیر مطرح شد. نکته دیگه فقدان منطق و عقل ابزاری در نظام سیاسی، این هم عامل تعیین کننده. موقعی که در کل دنیا شیوع کرونا 2% و در ایران یه دفعه اعلام شه که شیوع مرگ و میر ببخشید 2% در بین مبتلایان و در ایران 20% میشه، این نشون میده که تناقضه به در واقع حتی محاسبات معمول هم انجام نمیشه. ناکارآمدی یک ویژه دیگه است که باز میتونه که اعتماد رو کاهش بده.
خانم دکتر مهرز که از صاحب نظران در مسائل بیماری عفونی هستند اعلام کردند که به دلیل تأخیر در تشخیص و مقابله با کرونا وضعیت بحرانی موجود در ایران ایجاد شده و باز این نشون دهنده ناکارآمدیه که اعتماد رو کاهش داده. و بالاخره آخرین عاملی که بسیار مهم هم هست تحقیر و توهین به خرد عمومی، موقعی که معاون وزیر بهداشت میاد میگه که قرنطینه یک روشی مربوط به جنگ جهانی اول، در واقع بدون توجه به اینکه همه مردم اطلاع دارن که هم در چین و هم در ایتالیا در واقع به عنوان یک روش مؤثر برای کنترل بیماری مورد نظر قرار گرفته. اینها همه با هم مجموعه ای از عوامله که بله. این بی‌اعتمادی موجود رو دامن زد. متشکرم آقای مدنی، ممنونم آقای توفیق. معمولا همواره دقایق آخر بحث ما داغ میشه و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.